وقتتون بخیر آقای توفیقی، سپاس از همراهیتون با برنامه ما. علاوه بر صدا و سیما که دیشب تایید کرد، سخنگوی قوه قضاییه هم بازداشت عباس توانگر رو تایید کرده. در عین حال ما میبینیم که سعی بر اینه که این فایل ها و اطلاعات منتشر شده در واقع از اهمیتش کاسته بشه و خیلی علی‌السویه اون رو جلوه بدن و دارن برخوردهای شدید میکنن. در کل ارزیابیتون از این جریان چیه؟ بله، ببینید، به هر حال این بولتن موقعی که منتشر شد یک جنجال بزرگ بود، به خاطر اینکه نشون میداد که خبرگزاری فارس که عملا ما میدونیم وابسته به سپاه پاسداران هستش، فراتر از نقشه یک مثلا رسانه معمولی برای خبررسانی داره استفاده میکنه و اونجا تبدیل شده به یک مکان و ستادی برای مبارزه با انقلاب مردم. ببینید، در این بولتن چون مباحث بسیار مهمی مطرح شده بود و نشون میداد که حاکمیت از درون چگونه داره این انقلاب رو میبینه و علاوه بر اون یک اطلاعات بسیار مهمی رو هم افشا کرده بود، خب باید به طریقی این مسئله رو جمع و جور میکردن و به قول معروف ماله میکشیدن که اینکه بله این مسئله مهمی نبوده، این اطلاعات از ارزش زیادی برخوردار نیستش، در حالی که اطلاعاتی که در این در واقع بولتن در اختیار مردم قرار میگیره، به عنوان مثال اینکه خامنه ای استراتژی خودش رو بر بی‌آبرو کردن رهبران این جنبش در داخل کشور مثل مولوی عبدالحمید قرار داده به جای اینکه مثلا اونها رو بازداشت بکنه، و یا اینکه اعتراف میشد که این جنبشی که تا دیروز گفته میشد یک جنبش سطحی است، افراد در محلات تجمع میکنن، این رو بی اهمیت جلوه میدادن، در اونجا ما آمار 600 هزار نفری رو در واقع داشتیم و خب همه اینها نشون از شکنندگی حکومت داشت که به خوبی در این بولتن که برای فرمانده کل سپاه هم تهیه شده بود این رو برملا و عیان میکرد. بنابراین اینها لازم دیدند که این شکست عظیم رسانه‌ای رو که متحمل شدند با مثلا بازداشت قائم مقام خبرگزاری فارس که عملا در واقع ستاد مبارزه با انقلاب هستش، این موضوع رو در واقع یک جوری جمع و جور بکنن. فکر میکنین تونستن در واقع یا مثل موارد مشابه قبلی در واقع بدترین ترس و وحشت و این حراسی که بهشون در واقع کاملا آشکار مشخص میشه باعث شده خطاهای بیشتری انجام بدن و کاملا نتیجه برعکس بگیرن؟ ببینید، این بازداشت من فکر نمی کنم خیلی چیز جدی باشه و مثلا بتونه در افکار عمومی بگم خب حالا بازداشت آقای توانگر این قضیه رو مثلا جمع و جور میکنه یا اون ادعایی که خودشون میگن که این آقا بولتنسازی کرده یا مثلا جعل خبر کرده. اولا باید این نکته رو در نظر داشت که بولتنها معمولا به سفارش خوده مسئولین جمهوری اسلامی تهیه میشه، یعنی مثلا فرمانده کل سپاه که خب وقت نداره تمام روزنامه ها رو بخونه یا این وقت نداره که در از تمام جلسات و حاشیه های اونها با خبر بشه، بنابراین خودش و یا مسئولین دفترش درخواست میکنن که یک چنین اطلاعاتی در اختیار او قرار بگیره. از طرف دیگه این فردی که بازداشت شده خب قبلا هم بازداشت شده بود، در سال 91 وقتی که احمدی نژاد شکایت کرده است خبرگزاری فارس، او رو بازداشت کردن و فردای اون روز در واقع آزاد شد. من فکر میکنم اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار گرفته به خوبی داره نگاه حکومت و شکنندگی اونها برای اونها برملا و عیان میکنه و حالا مثلا بازداشت این خبرنگار و یا اینکه تلاش دارن میکنن دوستانش که بگن بله این رو سرخود انجام داده، هیچ تأثیری به نظر من در جمع کردن قضیه نخواهد داشت. سپاس از شما. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از بروکسل.